سپلدی عزیز بسیار با معذرت، پیش از اینکه بررسی دوره انکشاف و ثبات و امنیت کنیم، دمی قسمت مسئله امان الله خان و نادر خان یک سوال است که دوستانم مطرح کرده، اگه اجازه شما باشه امور مطرح بفرمایید. مسئله ایتون است که دمی زمانی که شاه امان الله خان سر قدرت رسید، آیا ایتون نبوده که امو پالیسی آیل بودن افغانستان بین در رابطه با روسیه تزاری و بریتانیا برهم خورد؟ نوزت امانیا وقت سر امان الله خان سر قدرت آمد، اولین دولتی که امان الله خان به رسمیت شناخت شوروی ها بود. شوروی ها رابطه و امان الله خان رابطه با شوروی ها داشت، با لیلین خط کتابت و نماینده و اینا فرستاده شد و کمک های و رابطه های و حمایت از طرف دولت شوروی وقت صورت گرفت. یعنی گویا دست انگلیس ها از امور افغانستان کوتاه ساخته شد و رابطه ها و حمایت های شوروی باعث از این شد که انگلیس ها دست به این اقدام بزنند که امی گروپ بچه سقاو یا نیروهای اختشاشی زیر نام نوزت های اسلامی و گروپ ها و ملاها و اینا را بر علیه امان الله خان تحریک کردن و امان الله خان تا مجبور ساختن که استعفا بده و از کشور براید. آمدن نادر خان در غزنی چگونه بود که در این مقطع نادر خان کته امان الله خان کمک نکد و زیر تاثیر مسائل امو سجره فامیلی و سلطنتی رفت و برازی که سلطنت بگیره؟ آیا در اینجا آوردن نادرخان در رأس قدرت در حمایت انگلیس ها نبود و غلبه سیاست برطانیوی بر سیاست روسی در قبال آیل بودن افغانستان صورت نگرفت؟ چنانچه زمانی که پسانها زمانی که حکومت داوود خان سقوط میکنه و دمو آستانا هم این حرکت های در پاکستان با وجود آمده بود، این ملاها و ای جهادی ها و اینا ایجاد شده بود، اما با سر قدرت آمدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان که رابطه با شوروی ها داشت، دوباره کمپا و جنگ در اون طرف مرز اینا تربیه شدن و با کمک انگلیس و غرب بر علیه روسا در افغانستان اقدام شد. مسئله خط آیل بودن افغانستان و برهم خوردن تناسب قوت ها در منطقه بین دو قدرت، این باعث این تغییرات نشد؟ اصل قضیه عامل خارجی مرد. نه خیر، من موافق نیستم با نظر شما. این یک تخیل میخواهد که انگلیس ها اول به چی سقوه آوردن تا بعد از او رو پس کنن با نادر خانه بشانن. این یک تخیل میخواه، یک سناریو، یک مثل کسی که میخواه یک فلم ایجاد کنه برای او یک سناریو نشته کنه. انگلیس ها چون این سناریو ایج نشته نکردن. نه، این ما با این یک موافق نیستم. شما ما عرض معوی بود که ما باید زیادتر کوشش کنیم که چرا نوزت امانی شکست خورد. عرض که فهمیدم چرا نوزت امانی شکست خورد، ایره باید ما دقیق ارزیابی کنیم. چرا مشکلات از او چی بود؟ یعنی من میخواستم امیر توضیح بتم که چرا نوزت امانی. شما اگه او رو ببینیم امیر امان الله خان یا شاه امان الله خان به لندن رفت با چی استقبال گرم او مواجه شد و مناسباتش با دولت هند برطانوی بعد از اینکه استقلال هم گرفت ادامه داشت. بسیار درست رابط سالم دو دولت به اصطلاح مستقل ادامه داشت در کابل در مذاکرات 1921 یا بسیار به مسائل به توافق رسیدن و معاهده کابل امضا شد. و اگرچه با تمام او معاهده قرار بود به حیث یک معاهده دوستی امضا شود، این معاهده دوستی نتانست امضا شود برای اینکه بسیاری از هواخواهان و استقلال طلبان پشتون در او طرف خط دیورند توقعات دیگه داشتن. زیر فشار از او امان الله خان نتانست این معاهده دوستی رو با انگلیس ها امضا کنه. اما مناسبات امان الله خان با انگلیس ها هیچ بد نبود، تجارت ادامه داشت، مردم میرفتن میامدن. هیچ امان الله خان هیچ برنامه نداشت بر ضد حکومت هند برطانوی. از نوزت آزادی خواهی در اونجا به صورت قسم که لازم باید حمایت نمی کرد. اونجا یک نوزت دیگه هم ایجاد شده بود که امان الله خان از او حمایت نکرد. یعنی خطری از امان الله خان بر انگلیس ها هیچ موجی نبود.
چرا باید انگلیس ها یک کسی را بیارن افغانستان بی ثبات بسازن که باز او چی نفعی در بی ثباتی افغانستان برای دولت هند برطانوی بود؟ هیچ نفعی او نبود. دولت حایل برقرار بود، حتی در زمان امان الله خان دولت حایل بود. رابطه با درست است که با روسیه با اتحاد شوروی امضا کرده بود، اما این اتحاد شوروی نه سربازش در افغانستان بود، نه قوایش در اینجا بود و نه کدام برنامه دیگه امان الله خان داشت گور بر ضد هند برطانوی استفاده کنه. در زمان امیر حبیب الله خان در جنگ اول جهانی این برنامه بود که آلمان ها میخواستن بیان از طریق ترکیه و ایران و افغانستان و یک قوای آلمانی هم آمده بود گفته میشه که از اینجا بالای هند برطانوی حمله کنه، اما او هم عملی نشد بلکه که امیر ابوبلا خان با او بسیار پابندی نشان نداد و او عملی نکرد. به این خاطر ما وقتی که میبینیم دولت امان الله خان هیچ پرابلم مشکلی برای هند برطانوی ایجاد نکرده بود، ما در هیچ جایم نمیخوانیم در اسناد آرشیف انگلستان که و ناراضی بوده باشند از نحوه عمل حکومت امان الله خان. به می خاطر وقت امان الله خان لندن میره و بسیار شاندار از طرف ملکه انگلستان استقبال میشه. سیاست حائل ادامه داشت و تا زمان نادرخان و بعد از زمان ظاهرشاه ادامه پیدا کرد و برادرهای نادرخان هم میره ادامه پیدا کرد. حائل هیچ تغییری در او ایجاد نشد و حتی روس ها ما هیچ جایی ندیم که اتحاد شوروی انتقاد کرده باشه برای نادرخان که تو آمدی و بر ضد اتحاد شوروی کام کدام عمل را داود خان ببخشید نادرخان یا ظاهرشاه بر ضد اتحاد شوروی کرده؟ برعکس تمام روابط از یو با اتحاد شوروی بسیار بهتر و سالمتر ادامه پیدا کرد که دیدیم که تمام قوای عسکری افغانستان از طرف اتحاد شوروی تجهیز شد، تربیه شد و وجود داشت. حتی در زمانی که هند برطانوی هنوز ادامه داشت روابط با شوروی از طرف ظاهرشاه ادامه داشت. در این قسمت من کدام تفاوت نمیبینم و این معذلی نمیبینم، اما این بحث ما را گمراه میکنه، گمراه از این میکنه که ما را اجازه نمیتره واقعیت های عینی جامعه خود زمان ارزیابی کنیم ببینیم، و همچنان که امروز این ما را اجازه نمیتره. در افغانستان، در ایران، در این کشورهای شرقی متاسفانه این بسیار رواج است، این بسیار عام است که تمام گناه بدبختی و اشتباهات خود ما به گردن خارجی میپردیم. هر در اینجا کودتای هفت ثور روسا پلان کردن، در اتحاد شوروی پلان شده بود و تجهیز شده بود عملی شد، در حالی که من یقینا معتقد هستم که همون قسمی که به اصطلاح امریکا از این تعجب کرد، ماسکو هم دید از این تعجب کرد. کسی انتظار نداشت که در افغانستان کودتای هفت ثور شود. داود خان در مقابل اتحاد شوروی روابط بسیار عالی داشت تا آخرین لحظه. درست است که در زیر فشار عربستان سعودی و شاه ایران و مصر کوشش کرده بود که حکومت خود میانه رو بسازه، اما باز هم این تازه شروع کار بود و این مثلا تعداد میگن که رفتار زی در مسکو دیپلمات نبوده و این روسا را چی ساخته، عصبانی ساخته و هر مجبور به طرح یک پلان تغییر زی کردن. من فکر نمی کنم برای که افغانستان با تغییر رژیم بر اتحاد شوروی مشکل زیادتر ایجاد کرد تا رژیم داود خان یا دولت داود خان. به هر صورت منظوری میست که در کشورهای شرق همیش گناه مشکلات داخلی را به جایی که ما مسئولیت پذیر باشیم مسئولیت میگذاریم به سر میگذاریم. کل مشکلات ما از امریکاست، کل مشکلات ما از شوروی بود، کل مشکلات ما از انگلیس بود. ما خود ما آدم های بسیار فامیده و عالیستیم، ما هیچ اشتباه نمی کنیم. مشکل امان الله خان چی بود؟ پرومایر مدرنیتی امان الله خان چرا سقوط کرد؟
ما میبینیم که در مقابل امان‌الله خان سه قیام ارتجایی صورت گرفت. یک قیام ملای لنگر در 1924 در جنوبی در پکتیا، قیام قوم شینوار است در سال 1928 در مشرقی، و قیام 1929 حبیب الله کلکانی در شمالی است. تمام این شورش ها یک وجه مشترک داشتند و او مخالفت با اقدامات اصلاحی و بازگشت به حاکمیت شرعیت بود. هر سه ای قیام امیر تقاضا میکرد. در تمام این شورش ها شار کافر میگفتن، لاتی میگفتن و منحرف از دین اسلام میگفتن. هیچ کدام این قیام ها ضد استبدادی یا طبقاتی یا ضد استعماری یا برتری‌جویی قومی و حاکمیت قومی نبود. ای که تعداد میان تیوریسن های ما در حزب پرچمان پیدا شده بودند که قیام شورش حبیب الله کلکانی را شورش مردمی میگفتند و ای به گوش یک تعداد قوم پرست ها ایراد فرو بردن که با استفاده از ای تیوری پرداخت های مارکسیست ما ای جنبش به اصطلاح جنبش عدالت های قوم تاجک بنیاد میکنن، در حالی که نی به این صورت نبود. ای تفاوت با جنبش مردم شینوار نداره، تفاوت با جنبش مردم پکتیا نداره و تمام از یا جنبش های ارتجایی بودن که حاکمیت شریعت میخواستن. گذت امانی با تمام خوبیاش یک چیز اشتباه کرده بود و اشتباه از اوی بود که ما تجدد طلبی را با غرب زدگی اشتباه گرفته بودیم. با غرب زدگی ما نمیتونیم پیشرفت بیاریم. ما مقایسه میکنیم مثلا ژاپن به طور مثال با افغانستان. ژاپن تمدن غرب دو دسته قائم گرفت، تکنولوژیش قائم گرفت، علمش قائم گرفت، اما غرب زدگیش قائم نگرفت. مظاهر تمدن فرهنگی غربی را در ژاپن اجازه نداد و به این خاطر پیروز شد. در افغانستان ما همه چیز ماندیم، کلاه شپو سر مردم کردیم به زور. ما همه مردم جمعیم دنبانوشون رو کشدیم، پدنین به زور در جانشون کردیم، ما زنها رو به زور رویشون رو واس کردیم، لچ کردیم. این خود درست نیست دیگه. در ما این امروز شما میبینین طالبا بعد از 70 سال ما به مو مرحله رسیدیم که این کارا را اجازه نمیتن. شما 70 سال قبل ببینین امان الله خان با چه مشکلی وجود داشت. امان الله خان بسیار کارهای خوب کرده، اما این کارهای اشتباه، این غرب زدگی بود. سبب چیزه دی شما کتاب چیزه بخوانین، فیض محمد کاتب بخوانین، او بسیار مثالای خوبی داره که در چارایی کابل چگونه مردم دست به دعا می بودن و به آسمان می بردن که ای حکومت سرنگون شوه. برازی که و میگن که وقتی که میگن پادشاه لاتی شده، خب میگن که ایره، میگن که پتون بپوش و مچون شپو بپوش و چیکو ایکو کو ای بینی به مذاق انداز فرهنگی به مذاق مردمی سازگار نبود. ما میتونیستیم که بدون یا هم تمدن بیاریم. اینی بو اشتباهات کوچک ظاهری بود که ما اشتباه گرفت. ای که مشکل دیگه نهضت امانی بود که امان الله خان الگویش به اصطلاح ترکیه بود، محمد رضا خان در ایران بود، اما فرقی بود که ترکیه دولت اتاترک یک اردوی بسیار قوی داشت، او یک قدرت نظامی بسیار خوب داشت که در پشت سر چیزش قرار داشت، در پشت نهضت قرار داشت، با پشتوانی نهضت بود. امان الله خان، ما عرض کردم که وقتی که حبیب الله کلکانی در سر کابل حمله میکنه 80 نفر در کابل عسکر داره. دیگه رفته بود کلش در ننگرهار در مشرقی بر ضد چیز شینوار. وقتی تو قدرت نظامی کافی نداری، تو خود نمیتونی که قدرت پیش پلانهای انکشافی تا با او تطبیق کنی به او شکلش، یا ایست که لازم به زور تطبیق کنی مثل که امیر عبدالرحمن خان کرد. یک دولت اختناق به وجود آورد، یک اختناق سیاسی رو به وجود آورد، نظامی رو به وجود آورد، پلانهای خود تطبیق کرد.
یا ایست که تو پلانای تعدیل کنی، قسمی کنی که با آیسای سر تدریجی با مردم تحریک نکنه به شورش و قیام. چند مسئله باید بسیار جدی برش توجه شد. یکی ای که 1919 در تاریخ افغانستان چگونه یک انکشاف بود و چرا دو قوت متفاوتی که بر سر افغانستان شامل مناقشه بودن، هند بریتانوی و روسیه، اینا کم و بیش اردویشان در برابر انکشافاتی که در حقیقت بسیار کوچک در افغانستان واقع شد همی اکثر عمل را دادن که همی اکثر عمل را اینا دادن. چرا روسیه دولت امان الله را به رسمیت شناخت؟ دلیل ژئوستراتژیکش چی بود و چگونه شد که حتی انگلستان هم همی دولت را پذیرفت؟ این نال 10 سال بعد چه واقع شد که هم روسیه و هم هند بریتانوی مشترکن با خلع دولت امانی شرکت کردن، در یک برنامه کاملا فکر شده شرکت کردن؟ ما با این نظر مخالف هستم که سقوط دولت امانی مسئول انکشافات داخلی بود. بدون تردید امان الله خان اعتداد اشتباهات داشت، بدون تردید این اشتباهات اکثر عملهای هم با وجود آورده بود، اما سقوط دولت امانی یک جریان برنامه شده بود. چرا این گپ واقع شد؟ از خاطر از این که امی که شما فرمودین که امان الله خان مزاحمت برای هند بریتانوی ایجاد نکرده بود، این ما از نظر اقدامات امان الله خان نبینیم. در اینجا یک مسئله کاملا متفاوت مطرح بود. امان الله خان طرح آسیای میانه بزرگ را پیشکش کرد و در طرح آسیای میانه بزرگ در سرتاسر دهه امانی امان الله خان پیگیرانه از نهضت‌های آزادی بخش آسیای میانه در مقابل هجوم شوروی ها حمایت کرد. در سال 1922 کنگره بسمچی ها در کابل دایر شد و در سال 1929 وقتی که دولت امانی سقوط کرد، نخستین شکست های نهضت بسمچی در آسیای میانه واقع شد و در سال 1934 بالاخره با هجوم حکومت نادرشاه بر علیه بسمچی ها در شمال افغانستان، بالاخره نهضت بسمچی سرکوب شد. بنابران روسیه بسیار علاقمند شده بود که برای استقرار حاکمیتش در نوار شمالی و برای درهم شکستن نهضت بسمچی ها فعالیت دولت امانی را متوقف بسازد، یعنی در حمایت از بسمچی ها متوقف بسازد. و در حالی که امان الله خان از نظر بودجه و از نظر امکانات بسیار زیاد محدودیت داشت، همی حمایت خود را تا آخر ادامه داد. همچنان به طرف دیگر امان الله خان در سال 1923 قانون ماجرت های سیاسی رو تصویب کرد افغانستان. نه تنها بسمچی های او طرف خط، بلکه حکومت مهاجر هند در افغانستان تأسیس شد و امان الله خان یک بخش بسیار مهم بودجه دولتی افغانستان را به امر آزادی هند سرمایه گذاری کرد و به مصرف رساند. و نظر را که امان الله خان در این زمینه داشت، ادامه فکر بود که در آغاز تأسیس دولت امانی به عنوان مفکوره اصلی مشروطه مطرح شد.
اون مفکوری اصلی مشروطه عبارت از این بود که سرحدات که به دور افغانستان کشیده شده هم به شمال، هم به جنوب و هم به استقامت هند بریتانوی این سرحدات نادرست است. افغانستان باید به حدود اصلی خود برگشتانده شود. یعنی ناسیونالیسم افغان یک ناسیونالیسم ضد سرحدی بود، ضد آن سرحداتی بود که بالای افغانستان تحمیل شده بود. خب اینال روسیه و هند بریتانوی هر دوی از اینا بسیار اصرار داشتند و در جریان تمام قرن بیستم انکشافات بعدی که در افغانستان واقع شد این اصرار دو طرف نشان داد که امی خطوط سرحدی بر جای کنند. ایناله امان الله خان وقتی که نظریه آسیای میانی بزرگ را مطرح ساخت کاملا واضح بود که این نظر با توافق روس‌ها مواجه نمیشه. از این خاطر امان الله خان و محمود طرزی در این زمینه یک نظر بودن که باید در این زمینه با انگلیس ها تفاهم شود و انگلیس ها نه تنها که این نظر را رد کردن، یعنی جدا ساختن آسیای میانه از روسیه شوروی و پیوست ساختن از اینا در یک واحد کلان منطقوی تحت رهبری افغانستان مستقل، بلکه انگلیس ها در متوقف ساختن افغانستان و امان الله خان و بعد از او در سکوت دادن امان الله خان شرکت کردن، فعالانه شرکت کردن و در این زمینه به طور قطع تفاهم های داشتن با نادر خان. و گپ فوق‌العاده مهم عبارت از این است که نادر خان این تفاهم ها را با روس ها هم داشت و یعنی نادر خان به هر دو طرف اطمینان داده بود که ادعاهای دولت امانی برای در همشکستن سرحدات به فرستی تره که بر افغانستان وضع کرده بودن ادعا را پس میگیره و افغانستان را در چارچوب همین سرحدات مستقر میسازه. و در سال 1931 وقتی که نادرشاه سرکار آمد چیزی که واقع شد در افغانستان، تحول ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک که واقع شد بر علیه دولت امانی، او عبارت از امی بود که امی حدود سرحدات بفرستیت که سر افغانستان تحمیل شده بود و نهضت مشروطه در افغانستان و نهضت امانی بر علیه از این سرحدات پیروز شد، اینمی سرحدات را دوباره مستقر ساختن. تشکر محترم آقای روغ، مستفید شدیم از صحبت های شما. شما نظر خود دارین، احترام میکنیم به نظر شما، اما من چند یک تفسیری کوتاه در قسمت میکنم، زیاد نمیخوایم به تفصیل در راجع به صحبت های شما صحبت کنم. با اجازه آقای پایمر اولی که در نهضت امانی اشخاص بودند که خیالات بلند دسر داشتند، این شکی نیست، در قسمت آزادی هند، در قسمت آزادی کشورهای آسیای میانه از روز یوغ روسا و همچنان غیره مثال، به این شکی نیست. اما دولت امانی نه از لحاظ اقتصادی قدرت تذیره داشت، نه از لحاظ نظامی قدرت داشت و نه از لحاظ روشنفکری امکانات تذیره داشت و نه از لحاظ مطبوعاتی این امکانات داشت که نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد در این کشورها. و همچنان شواهد تاریخی خلاف از این نظر است که امان الله خان میخواسته همچون یک رهبری، همچون یک جنبش را در آسیای میانه و هندستان به عهده بگیره. شواهد تاریخی چرا برزدش است؟ عرض میکنم. مثلا جنبش بسمچی. جنبش بسمچی را اگر ما امروز به جنبش انقلابی بگوییم بود، این یک گناه است که انجام میدیم. این یک جنبش ارتجایی بود و ابراهیم بیگ در افغانستان وقتی که فرار کرد از آسیای میانه به افغانستان آمد، اولین کسی بود که رفت همراه حبیب الله کلکانی بچه سقه و یک جای شد
و از او حمایت کرد. یعنی از تمام اقدامات حبیب الله کلکانی از نظریات ارتجایی از او در مقابل نهضت امانی ابراهیم بیگ چیز کرد، موافقت کرد و در پهلو از او قرار گرفت. حتی گفت که من نفرهای من میتونم برد که امراه جنگ کنه. دوم ای که گفته میشه امان الله خان سرحدات شمال مورد زیر سوال برد، ما کدام شاهد نیافتیم که نشان بده در مقابل پنجده کدام پیشنهاد مشخصی به اتحاد شوروی داده باشه. و در حالی که خود اتحاد شوروی وعده کرده بود در گذشته که ما بعد از اینکه انقلاب پیروز شد این چیزای استعماری رو ما جبران میکنیم، اما ما کدام چیزی رو نمیبینم از طرف امان الله خان، در حال که امان الله خان با روابط بسیار خوبی با اتحاد شوروی برقرار کرد و تبدیل سفیر مبادله کرد. و اگر اتحاد شوروی خطر از جانب امان الله خان در قبال سرحدات جنوبی خود محسوس میکرد، این چیز نداره، سازگاری نداره با کمک عملی اتحاد شوروی برای احیای دوباره قدرت امان الله خان. اتحاد شوروی سرباز تهیه کرد برای آقای چرخی، غلام نبی خان چرخی، و این البته در لباس ملیشای افغانی روان کرد که همراه از او کمک کنن، ولی اکثر سربازای اتحاد شوروی بود از آسیای میانه، شاید اکثرشان هم از زمین ملت‌های اقوام آسیای میانه استخدام شده بودن که یا تا مزار آمدن تا میگن که تا به چیز آمده بودن، نزدیکای هندوکش هم آمده بودن. این خودش یک تناقض نشان میده. اگر روس‌ها اتحاد شوروی از اقدامات امان الله خان در قسمت سرحدات ترس داشتن و راضی نبودن، پس چرا کوشش میکردن که قوای امان الله خان دوباره قدرت بگیره یا کمکش کنن که قدرت بگیره؟ حتی اسناد تاریخی وجود داره بعد از اینکه صرف نظر کرد غلام نبی خان چرخی و رفت دوباره به اتحاد شوروی، روسا راضی نبودن. روسا ایره تصمیم غلط گفتن و تصمیم نادرست بنداشتن، یعنی و حاضر بودن که برن امرایشان تا کابل. موضوع ای خب ای در این قسمت و همچنان امان الله خان چرا باید کمک میکرد به یک نهضت ارتجایی بسمچی که در آسیای میانه بر ضد اتحاد شوروی انقلابی به اصطلاح عمل کنه؟ چیز نبود، ای خب منطقی نیست. اگر امان الله خان انقلابی بود دیگه ای کمک کردن با بسمچی ها خب ای خلاف چیز است، آزادی خواهی، خلاف افکار انقلابی است، یعنی منطق سیاسی را قبول نمیکنه. و دیگه ای که تمام این مسائل این داکومنت وجود نداره، این گفتی بعضی اشخاص است یا نظر بعضی اشخاص است. میریم سر دولت هند برتانوی، میریم سر دولت هند برتانوی، اجازه بتین من سخن خب بگویم. دیگه ای که من گوش گرفتم از شما، در قسمت هند برتانوی امان الله خان بعد از معاهده راولپیندی کور محمد علی خان امضا کرده بود، راضی نبود از این، ولی این میخواست که در معاهده کابل چیز کنه، اصلاح کنه. با می خاطر ریاست تیم که در کابل امرای انگلیس ها مذاکره میکردن این به محمود طرزی سپرده بود که خسرش بود، و این مذاکرات یک سال طول کشید در کابل. و ای دیم و یک سال چندین بار فشارهای مختلف بالای تیم هیئت افغانی آمد و صرف.
در آخر کار میبینیم که باز هم امان الله خان امو خط دیورنده تایید میکنه و اما معاهده کابل مشروط بر 3 سال گفته میشه، یعنی می گفته میشه که این معاهده بر 3 سال قابل اعتبار است و بعد از 3 سال هر یک از طرفین میتونه این را لغو کنه. اگر 1 سال قبل از اون اطلاع داده باشه که ما این را میخواییم لغو کنه، میتونه لغو کنه. و به می خاطر انگلیس ها بعد در سال 1925 انتظار داشتن که این را امان الله خان شاید چیز کنه، لغو کنه، و حتی برای این کار آمادگی گرفتن. به این مانا هم آمادگی گرفتن که دولت انگلستان از وزارت عدلی خود یا به اصطلاح چیز اتورنی جنرال خود تقاضا کرد، وزیر مستعمرات انگلستان، که تو برای ما یک چیز بده، یک مشوره حقوقی بده که اگر دولت افغانستان ایره رد کنه و بره به محکمه بین المللی بره که ما چیزای مناطق قبالی ره که به هند برطانیه بی اساس از این معاهده داده شده ایره اگر ما دوباره به خاک افغانستان ضم کنه، انگلستان چقدر قابلیت ازیره داره که ایره رفع کنه، دفع کنه به اصطلاح. و او چیز مشوری حقوقی به دولت انگلستان ای بود که افغانستان از هر لحاظ ای صلاحیت حقوقی را داره، ای مشروعیت حقوقی را داره که ای را لغو کنه، برای که ای مناطق جز هند برطانوی نیست، جز قانون هند برطانوی نیست، مناطق قبایلی، و ای با اساس یک معاهده به او داده شده، بنابراین ای را میتونه ای را لغو کنه و این ادعا کنه که دوباره به خاک شکنجه شده. یعنی این آمادگی را حکومت انگلستان گرفته بود که در یک محکمه بین‌المللی چه قسم برای این را ادعا کنه، این را دفع کنه امان الله خان. اما متاسفانه از جانب امان الله خان هیچ اقدامی صورت نگرفت. نه تنها او معاهده را لغو نشد، یا ایست که یا درست کسایی که در قدرت بودن در اون زمان دیگه ای یادشون رفته بود یا چی بود، من دلیلش نمیافهم، من هیچ دلیل نمیافهم که چرا امان الله خان ای را رد نکرد، چون انگلیس ها انتظار داشتن که باید رد شود، که امکان داره ایر دولت امان الله خان رد کنه، اما ایر نکرد رد. این زمان رد شد که در سال 1935 در 1949 در 1949 که در پاکستان ایجاد شده بود و یک چند بمبارمان کرده بود در تیارایش در جنوب پکتیا یا کمجای، و اینجا لوی جرگه ایجاد شد و لوی جرگه در افغانستان ایر مایده رد کرد. این زمان بود رد شد، نه در زمان ای در زمان زایشاه رد شد، نه در زمان امان الله خان. بنابراین ما میبینیم که ای ادعا که دولت امان الله خان سرحدات بفر استیت مورد سوال قرار داد، ای شاهدی و نیست که ما ای را چیز کنیم، نه در شمال نه در جنوب غرب، جنوب و شرق هیچ چیزهای عملی ای را تایید نمی کنه، شواهد عملی ای را تایید نمی کنه.